و باز هم سلام مجدد دارم به همتان عزیز ما که اکنون بیننده ما هستند و در آغاز برنامه ما را همراهی دارند. پس که گفتیم امروز می‌خوایم البته در مورد دو آثار جدید یک از شاعران و نویسنده‌های خوب از ولایت جوزجان صحبت بکنیم و میهمان ما هستند آقای سید محمد عابدی، شاعر و نویسنده نخبه از ولایت جوزجان که امروز میهمان ما هستند. سلام، صبح بخیر، تقدیمتون، خوش آمدید. تشکر. از هم اولتر بر بینندگان بسیار عزیز و محترمی که ما را تماشا میکنن سلام تقدیم میکنم و بعدا از هیئت رهبری تلویزیون بک و دوستان تخنیکی که در اینجا حضور دارن سلام خدا تقدیم شان میدارم. خیلی ممنون، سپاس آقای عابدی صاحب. در آغاز برنامه بیم از آغاز آنه که البته رو آوردیم بر نویسندگی صحبت بکنیم، چه زمانه و چند سال سن داشتین آقای عابدی صاحب که شما قلم به دست گرفتین و از اون افکار و اندیش هایی که در وجودتان بود تو را در آوردین روی صفحه و کاغذ؟ تشکر از سوالتان. من در ایام جوانی موقع افسر بودیم در نظام افغانستان اجرای وظیفه میکردیم، وقت خود جنگ زیاد بود، کشمکش های سیاسی و جنگ. 38 سال من در نظام افغانستان 38 سال؟ بله، فعلا من پار سال تقاعد کردیم. من در سنای جوانی قریه شعر یا نویسندگی را پیدا نکردیم. ما تنها در سالهای 1380 این قریه شعر پیدا کردیم، بعد از او که بالای شعر مسلط شدیم و بعد از او باز که به تسلط یافتیم و ظرفیت یافتیم، کارایی یافتیم، بعد از او خواستم که نویسنده خوبم باشم. بسیار خوب. یعنی قلم خود گرفتیم، نوشتیم، نترسیدیم. و اولین چیمه این بود که هر کس در جایی که زندگی میکنه وطنش است، مسکنش است. ما خواستیم بخش از افغانستان، این جوزجان یا جوزجانان که مثلا یک معدودی بسیار کلان تاریخی را میگه که مثلا یه طرفش مثلا تا مرغاب باشه و یه طرفش تیربند ترکستان باشه و یه طرفش تا بامیان باشه و یه طرفش هم در آمو تا بلخ، خب این ساحه را به نام جوزجانان یاد میکنن. من خواستم که چرا این تاریخ جوزجانان یا جوزجان کسی نوشته نکده یا نوشته کده، کم نوشته کده، خواستم امید تاریخ از این را باید نوشته کنم، چون بالای ما حق داشت، از فضای از این استفاده کردیم، تن و جسم ما از این پرورش یافته. و دو کتاب ما درباره از این نوشته کردیم که یکی تلاتیپه است که او را اونو در پیش رویتان قرار داره که تلاتیپه یکی از ساحه باستانی جوزجان است که از 3000 سال پیش بر ما تاریخ 3000 سال پیش بازگو میکنه که از او 6 قبر یا 7 قبر 25000 پارچه‌های طلایی که در او قوچ قرار داره، در او تاج طلایی قرار داره، در او گوشواره مثلا رب نو قرار داره که او پیدا شده. او را یک کتاب جور کردیم با تصاویرش، با امو گپاش نوشته کردیم، تعریفات داشتیم. و دیگه یک کتاب دیگر هم که جوزجان در زمانه های قدیم وال است که از همین جوزجانانی که نما پیشتر یک کتاب فکر کنم فعلا دمی چند روز میشه یا اثر به نمایش گذاشته. بله، بسیار خب. جوزجان در زمانه های قدیم و حال. بله. البته دو جلد هست یا جلد؟ یه 3 جلد می باشه. یک جلدش فعلا که جلد اول از کوشانیان تا اشترخانیان بس میکنه در 3 عنوان درشت و جلد دوم میشه است که از احمد چای عبدالی تا راخانین خاندان محمد زایی که داوود خان بس میکنه
و بعد از جلد سیومش از انقلاب هفت ثور تا امید دمه که ما هستیم بس میکنه که سر از نام کار جریان. بسیار خوب، خیلی زیبا. خب آقای عابدی، میشه بگوین که به حیث یک شاعر و نویسنده وضعیت جوزجان ما چقدر رو به بهبود یافته؟ اقتصادی یا و در لحاظ شعر و فرهنگی شاعری و یا نویسندگی؟ تشکر دخت عزیز. گرچن فعالیت های فرهنگی پیش از ما هم وجود داشته ایسر، ولی وقتی که ما از کابل، وظیفه ما کابل بود، بازم ما گاهی وقت می آمدم اینجا بعض فعالیت های فرهنگی را در جنب انجمن زیدین محمد بابر اجرا می کردیم، ولی وقت ما کم بود. بعد از که من از کابل تبدیل شدم به ولایت جوزجان، در مرکز مانگی فعالیت های ما بیشتر شد و بعد از فعالیت های زیاد باز یک تفکر پیش ما آمد که یک علقی ادبی را در جوزجان ایجاد کنم. بله. از جنب زیردین محمد بابر، انجمن زیردین محمد بابر، منعیسی یک فعال از او، عضو فعال از او، خواستم با تفاهم با نهادهای ریاست اطلاعات فرهنگی ولایت جوزجان، کانتینر فرهنگی، مرکز آموزشی لینکن و دوستای دیگه فرهنگی ما، خواستم یک حلقه ادبی را در ولایت جوزجان به خاطر انسجام فرهنگیان امی ولایت جوزجان و کمک بر شاعرای جوان و نوپایی که نو به دنیای شعر میآیند و به خاطر حمایت از اینا، به خاطر تقویت و کارایی از اینا در شعر ادبیات، به خاطر گسترش زبان و ادبیات، اینه میره ایجاد کنیم که 3 سال میشه این فعالیت داره که 41 نشستش فیش از فصل کرونا بود و را ختم کردیم، یک کتاب جور کردیم به نام مشاعری علقی ادبی ولایت جوزجان که دو گزارشاتش است، دو دگلمای شعر است و 80 تن، قریب 80 تن شاعرای جوان و معاصر ما در اونجا معرفی شده، کسایی که اینو سر زده در اون علاقه ادبی آمده. خب او را قریب است که چاپ شده، حالا در سرشکار جریان داره و تکمیل است، یک تعداد مراحل داره، او را تکمیل شده انشالله به چاپ خواهد. بسیار خب، خیلی ممنون آقای عبدالله. و در مورد تأثیرات بگوین که البته تأثیرات را به کجا رساندین؟ ما خو در لیسی ابن یامین از صنف اول تا صنف 12 در لیسی ابن یامین شبرغانی که لیسی مرکزی ولایت جوزجان است، اولین لیسی است، به اونجا تحصیل کردیم و بعد از در جریان 12 و بعد از 12 نظر به شوق علاقی که داشتیم یا نظر به او اجابات هم اون زمان بربی پانتون جذب شدیم و صنف اول تا صنف 3 را این 3 سال حربی پانتون خواندیم، بعد از او افسر شدیم، این لیسانس هستیم بله. و پیشتر گفتیم که این 38 سال خدمت کردیم بله. در خدمه های خب. خب آقای عابدی صاحب، در پالیزی که البته نظامی بودین و تقریبا 20 سال میشه، سال 1380 تا 1399 هست، البته جریان 20 سال هست که شما رو آوردین بر نوشتن، چی دلیل شد که شما در پاریز که یک نظامی خیلی موفق باشین، بتونین قلم هم بر دست بگیرین و از داشتهایی که در ولایت ما هست، از جوزجان ما هست، بگیرین رو هم روی قلم و کاغذ بیارین و چیزای حسابات تاریخی از جوزجان نوشته بکنین؟ شعر شاعری خو در جوانی به ما پیدا نشده، چون قری شعر که است، شاعری که است، یک چیز فطری است، نبوغ است، استعداد خاص است. دقیقاً بله. کو از زمین جوش احساس و عشق علاقه و بوجود نه. بنان ما در 40 سالگی که 40 سال داشتم من که امی قریه شیر بر ما پیدا شد.
خیلی ممنون، سپاس. و در مورد کتاب چی بر ما معلومات بتین؟ تلاتپه در آیین تاریخ. البته قسم هم در آغاز گفتین چند اشارات داشتین، خب یکم وضعات بیشتر بتین که روی کتاب چقدر تحقیق کردین و بالاخره یک کتاب خیلی کامل هم شاید باشه، چون این آثار اصلا در جاوجار ما نیست که از آبادان تاریخی البته چیزایی نوشته کرده باشن. میشه یکم بیشتر در مورد تحقیق و مشکلاتی که در این کتاب البته بوده برتان بر ما یکم صحبت کنید؟ تشکر. نویسندگی و پژوهشگری خوی یک کار بسیار مشکل است. او انسانی که مثلا تحقیقات میکنه، نوشته میکنه یا نویسنده است، او به صدها آدرس، مراجع، منابع باید مراجعه کنه که تا درباره یک واقعه یا یک موضوع باید چیز را پیدا کنه. دقیقاً بله. من در این باره که مثلا من کتاب تلاتپه را نوشته کردیم، چون در می شهر ما قرار داره، در مسکن ما قرار داره، باید تاریخش نوشته میکردیم. باید کسی نوشته نکردم، باید من نوشته میکردم. از این خاطر بسیار مشکلاتی را در تحقیقات ما دیدیم، چون آثار یا یک تعداد گپا در باری از اینا کم است. بله. ما در این کتاب خود سه محلی که همینجا تاریخی است، باستانی است، ما چی کردیم؟ نوشته کردیم اینجا. بله. یکی تلاتپه است، یکی پالوش گمشک تپه است، یکی قلعه چی است؟ اونمو بالایسار فیلیک است. بله. پوانتون جور کنشه. بله. این سه محل ما تحقیقات کردیم، این سه محل معرفی شده. برای علاوه که جوزجان شبرغان چی است؟ بله. او است. بعد از اون ما در کتاب هم اون چیز است و تصویرش است. این تلاتپه خو برمیگرده تاریخش از 3000 سال پیش، مثلا یوچی هاش، اسکایی هاست. آمیدین؟ بله. برمیگرده به اونا. یک تعداد ها میگه این بازمانده های کوشانی هاست. کوشانی ها خب بعد از اسکندر مقتونی به وجود آمده، بعد از باختری. بله. از طرف دو قوم، مثلا اسکایی و یوچی اردیش، یک جای شده، یک امپراتوری را چی کردن؟ ایجاد کردن به نام کوشانیان. و چی ها میگن؟ یک تعداد تاریخ نویس ها میگن کوشنیان، یعنی چیزی که گد شده باشه، اطاعت کرده باشه. بله. کوشانیان که مرکز همین امپراتوری در همینجا بوده، مرکز کوشانیان در. بله. همی زرپاره هایی که میبینین که مثلا او چی نداره، ایتور نظیری نداره در منطقه. مثلا اگر این طرف بریم، طرف ماورنر بریم، این طرف بریم یا او طرف بریم، این چی نداره، نظیر نداره. بنان از یک جایی که اینقدر زرپاره هایی که 3000 سال 5000 سال تاریخ داشته باشه، او هم چه رقم یک زرابخانی بوده که ایره جور کرده، قچ طلایی را جور کرده، تاج طلایی را جور کرده و دیگه چیزها را جور کرده. خب آقای بیسه، این آثار که از تلاتپه بعد از آمده فیران در کجا هست؟ خود شما میفهمین که وقتی که از اینجا ایره دولت مرکزی برد در موزیم بود. آیا تام آثار که شما در اینجا گنجاندین تامش در موزیم افغانستان هست؟ نه، اونو گپ میزنیم. این را بردن در موزیم جا بر جا کردن. خب بعد از او زمان بسیار چی بود، یک دریا، زمان سیاهی، یک زمان کشمکشی، جنگی خب به وجود آمد. در او وقت دکتر نجیب الله رئیس جمهور هم وقت در زیر اینمی ارک و اینمی بانک است، در نهادخانیش یک جایی را به خاطر حفاظت همی زرپاره ها، آثار ها، ای را جور کرده بوده که او مثلا میگه که چند دروازی بسیار خطرناک و کلان و آینی و که هیچ کس او را چکر نتونست. حتی در وقت طالبان هم در قصه های را شنیده بوده، کلیبان های از او را خواستن، یک تایش پیدا شد، 7 کلی داشته، این 7 دروازه حتما داشته، یا یک دروازه 7 کلی داشته، یه طور که چیزا داشته که ایره واس کرده نتانستن به مو نهادخانه یا جایی که امینا قرار داشت او را گرفته نتانستن، به دست آورده نتانستن. بعد از او در زمان کرزی رئیس جمهور و موقت و افغانستان، انتقالی افغانستان، در او وقت متوجه شدن که در از درون هر یک نهادخانی در زیر است،
که دروازه های بسیار محکمی داره در زمان حکومت موقت. بله ای را بعد از او از اینجا کشیدن که اینمی زرپاره های تلاتیپه و دیگه چیا آثار قرار داشت. این فعلا به جواب شما بگویم که این فعلا در کشورهای اروپایی نمایش داده میشه، ولی متاسفانه که چی بگویم از اواهید از امو امی حکومت مرکزی ما توجه بالای تلاتیپه نداره، تا بالای ساحت باستانی کش جوزجان نداره، باید اگه سی از امو آیدات امو از نمایش به وجود میه، باید اطراف امی تلاتیپه باید احصار شوه، یک نمایشگاه یا موزیم چی جور شوه که خارجی ها را جرب کنه، یا مثلا امشک تپه ترمیم شوه. اگر حتی خدای آثار نیست حتی چند حکس شم میتونه بکنه، میتونه اثر خوب داشته باشه. خب در ویران هست فعلا، همینطور ویران خب هست، متروکه هست، تلخاکی است. خود چی کنیم دیگه، اینمی من فکر می توجه ندارن، بیمیری میکنن. آقای عبدی، میشه درباره کتاب کنگل کوزگوسی آینه دل به معنای آینه دل هم درباره یکی یکم صحبت کنیم؟ ما خو چهار مجموعه شعری دارم که سیوگی بسیار پیش یک 20 سال 25 سال پیش چاپ کرده بودیم، او را ناوردیم، نمانده بود دیگه. خوش. اما چیاش هم کتابش خود دیگه یک من یک کتاب دیگه مجموعه شعری در دری دارم به نام منظر خیال، اون در دست دوست عزیز ما قرار بله. داره اولش است. بله. اینم. منظر خیال، منظر خیال فارسی است. و یک مجموعه دیگه هم داریم ما که تویغو تامچلر میگه، او ازبکی است. بله اینجا هست می کتابتان تویغو تامچلر. اینه. خب دیگه یک کتاب دیگر هم ما چی کردیم اتمام کردیم که او خوشی عقیق نام داره، یکی از شاعرای دیار ماست، در چرمگرخانه بودن، یونس نالان نام داره، اتمام کردیم اون را چیاش جمع کردیم. و آخرین چی ما مجموعه شعری ما کنگل کوزگوسی است که دیروز رونمایی شد قطع کتاب تاریخی. و میشه بگوین چطور خواستین این کتاب را بنویسین، این شعر؟ البته خب وقتی که شاعر شد آدم شعر میگه، هر روز آثار جدید، بله داشتهای جدید، یک مجموعه، دو مجموعه، سه مجموعه، آخر یعنی چهار مجموعه باز دیوان میشه. بله دیگه. بله بسیار خوب. خب بیشتر شعرهایی که خودتان میترین آقای عبدی صاحب چگونه شعر هست؟ خوشیر خو قالبای زیاد داره، غزل است، قصیده است، مثنوی است، چهاربیتی است، مسدس است، مسجد قطع است، مخمس است، متضاد است، اینا زیاد است. هر شاعری که وقتی که به شعر رو میاره او کوشش میکنه که تمام اشکال شعر باید شعر بگوید و تمام بر ابعاری که هست از او استفاده کنه، تمام برای شعر بگوید. بنان در کتابای من انواع شعر غزل است، مسدس است، مخمس است، قصیده است، قطع است، چهاربیتی است، خواست کل شعر هر است در هر ابعاری در هر بری اینا سرودشون. خیلی تشکر. خب آقای عبدی صاحب، یکی از شعرهای خیلی هم خوبه که در خاطراتان هست و همیشه همون بهترین شعر هست در نظرم، در نظر شعر خود تمام شعرهایشان خوب و عالی هست، و یک شعر اگر در آخر برنامه بر ما تقدیم بکنیم از زبان خودتان خیلی خوشحال خواهد شد. خب شعر کلاسیک باشه، شعر مثلا مناجات باشه، عرفانی باشه، غزل بگین بر ما. خب ما را بتنیم از همی چی نو باشه دیگه؟ بله از آثار جدید تان باشه خیلی خوب تر میشه. خب اگه شعر نو میگین شعر نو هم هست مقصد. این دمی زمانه گفته؟ بله. این شاعر پیام رسان است نه؟ بله. باید چیزی که میبینه باید امور به مردم بازگو کنند در قالب شیر. مسیر خیش گم کردند در این بازار آشفته، مسیر خیش گم کردند، خط و فکر و قرار خیش، ضمیر خیش گم کردند. عجایب یک زمانی هست دروغ و کسب
ها رایج سوار بر موج طوفانم مسیری خیش کم کرد. نه حاکم حاکمی صادق، نه واحز واحزی دانا، نه خادم خادمی ملت امیری خیش گم کرد. بزد لاف و صداقت ها، وعید داد از عدالت ها، وزیر و حزم و دانا کبیری خیش گم کرد. این کبیر از امون کبیریست که دانا باشه، وزیر دانا باشم. اسیر بغض افکارم، اسیر داد و ادبارم، بدیدم مکر دلقک ها عجیر خیش گم کرد. کسی را دوست پنداری نیاید بوی آشنایی، از آران خده و نیرنگ دبیر خیش گم کرد. بدادن وعده نان و فیام و صلح آرامی، بدادن وعده نان و پیام و صلح آرامی، اما نان و جو و گندم فطیری خیش گم کرد. عجب دنیای تکفیری، بکشتن خیش خشتن را، بریزن خون یک دیگر نفیری خیش گم کرد. این صدای خدا گم کرد. دلم افکار و غمبار است ز اوج و فتنه و نیرنگ، دلم افکار و غمبار است ز اوج و فتنه و نیرنگ، بجویم راه را کاری نصیری خیش گم کردم. خیلی زیبا، خیلی زیبایی بود که چند بود داشت بله. و گلایی هست هماتنان ما بود که قالب شیر هیره در آورده بود. بله. بسیار خوب. بعدم خیلی ممنون هست آقای آبادی صاحب و خدا کنه آثارشان زی بیشتر و بیشتر شوه و هماتنان عزیز ما که اکنون بینده ما هستن هم بتانن کتابای آثارهایی که جناب آبادی صاحب نوشته کردن بتانن در شهر بازار پیدا بکنن و از گوش های نوشته هایشان بخونن که چه چیزایی در این کتاب‌های نوشته کرده. بازم خیلی ممنون. خیلی ممنون. سپاس. تشکر. خدا سعید.